این کسانی که مخاطبن البته کسانی هستن که تا کنون در درون نظام اسلامی تعریف شدن، شخصیت های درون نظامن، جزو نظامن، که انشاءالله در آینده هم همه در درون نظام باشند و برای این نظام کار کنند و تلاش کنند. خب این درون نظام و برون نظام اینا یک مفاهیم تبلیغاتی و شعارهای پوچ نیست، تابلو صرف نیست، یک شاخصهایی دارد، مبناهای عقیدتی دارد، مبناهای علمی دارد. تا حالا اینجور بوده، انشالله بعد از این هم همینجور باشد. خب وقتی احساس خطر شد، به خصوص اون وقتی که مسئله رسوخ دادن مبانی غلط در کالبد نظام و در کالبد انقلاب هست، وقتی این پیش بیاد، این دیگه مثل سم مهلکه. اختلاف یا بر سر منافع، حالا همونایی هم که اختلاف بر سر منافع دارن گاهی رنگ عقیدتی و مبنایی بهش میدن، هر کدام باشه، یا اونهایی که اختلاف در مبانی و عقاید است، همونهایی که در اختلاف بر سر منافع، اونجایی که به درگیری با نظام و درگیری با انقلاب و پشت کردن به مبانی انقلاب باشه، اونجا دیگه اون وقت حالت دشمن رو پیدا می کنن. البته کسی عقیده ای مخالف داشته باشه، کاری به کار نظام نداشته باشه، نظام با او کاری نداره. اینجور نیست. بعضی رایج کردن دگراندیشان، نظام با دگراندیشان چگونه رفتار می کنه؟ نظام با دگراندیشان کاری نداره، این همه دگراندیش هست. بحث دگراندیشی نیست، بحث مخالفت است، بحث معارضه است، بحث ضربه زدن است در مقابل نظام و در مقابل انقلاب، شمشیر زدنه. اونی که نظام با او برخورد میکنه اینه. در این میدان، در میدان این معارضات اینچنینی، نظام با هیچ کس برخورد نمیکند. اونجایی که در چهارچوب اصول افراد رفتار بکنن، دنبال خشونت نرن، در صدد برهم زدن امنیت جامعه نباشن، آسایش جامعه رو نخوان به هم بزنن، از این کارهای خلافی که انجام میگیره، دروغ پراکنی و شایعه، این چیزا اگر نباشه، نظام هیچ گونه مسئله‌ای ندارد. مخالفینی هستن، نظراتی دارن، نظرات خودشون رو بیان میکنن، نظام برخورد نمیکنه. اینجا بنای نظام در اینجا جذب حد اکثری و دفع حد اقلی است. این روش نظام است. این رو همه توجه بکنن. اون کسانی هم که نظر مخالف دارن، نظرات مخالف با نظرات رسمی دارن، در این چهارچوب میتوانن خودشون رو مقایسه کنن. اگر کسی با مبانی نظام معارضه بکنه، با امنیت مردم مخالفت بکنه، نظام مجبوره در مقابل او بایسته. رد میکنن. اینجور نیستش که قبول کنن که یک نفری بیاد در یک نظامی علیه مبانی اون نظام مبارزه کند، معارضه بکند و نظام در مقابل او ساکت و آرام بنشینه. اینجور نیست. به کمتر از اون هم گاهی دیده میشود در همین نظامهای اروپایی برخوردهای خشن و تند میکنن، چیزهایی که جزو اصول هم محسوب نیست. بنابراین برخورد با نظام، برخورد با مبانی نظام، استادگی و شمشیر کشیدن روی نظام جواب تند دارد. شیوه نظام این نبوده، امروز هم نیست و انشالله در آینده هم نخواهد بود. این یه نکته. یک نکته دیگری که فعالان سیاسی، مسئولان، صاحبان قدرت، صاحبان مسئولیت‌های گوناگون، متنفذین به شدت بایستی مراقب آن باشند،
مسئله انحراف و فسادپذیری است، فسادپذیری شخصی. هممون باید مراقبت کنیم. هر جا از اون شعارها عقب نشینی کردیم و کوتاه آمدیم، به دشمن میدان دادیم، ضعف پیدا کردیم، عقب گرد پیدا کردیم، عزت به دست نیامده است، دشمن جریتر شده است، پیشتر آمده است، از لحاظ مادی هم ضرر کردیم. این خطاست که بعضی خیال کنن علاج مشکلات کشور، چه مشکلات اقتصادی، چه مشکلات اجتماعی، چه مشکلات سیاسی، علاج این است که انسان در مقابل دشمن مستکبر سلاح رو بیاندازه. باید همه مراقب باشیم که نظام جمهوری اسلامی، که نظام اسلامی است، نظام دینی است، مفتخر به این است که در قالب احکام دین و اسلام قرآن میخواهد حرکت بکند، این تبدیل نشود به یک نظام بی اعتقاد به دین، به قول آقایون یک نظام سکولار. باطن سکولار ظاهر دینی، باطن مجذوب به فرهنگ غربی و قدرت‌های مسلط بر آن فرهنگ و ظاهر شعائر دینی و چیزهایی که مسائل دینی دم دستی. اینجوری نشود. نظام اسلامی باید به معنای واقعی کلمه اسلامی باشد. حکومت معاویه و یزید هم همینجور بود، یه عده موافق یه عده مخالف. جمهوری اسلامی هم همینجوره، یه عده موافقشن یه عده مخالفشن. منتها مسئله این است که ببینیم موافقین یک حکومت کیان، مخالفین این حکومت کیان. بستر اینه، این شاخص است. در مسابقه فوتبال چند سال قبل تیم ایرانی بر تیم مقابلش پیروز شد. توی قهوه خونه های یکی از کشورهای شمال آفریقا جوان ها نشسته بودن، گلزن ایرانی که گل میزد اینا کف میزدن. یکی بهشون گفت خب شما که کشور خودتون نیست، چه کار دارید به این که بازیکن ایرانی مثلا فرض بفرمایید که یک گل زد توی دروازه طرف مقابلش که او هم دشمن شما نیست. میگفتن پیروزی ایران پیروزی ماست، حتی در میدان فوتبال. اینا قیمت داره. در قضایای این بلواهای بعد از انتخابات، مسلمانان کشورهای مختلف اسلامی نگران بودن، پیغام میدادن به آشنایان خودشون در اینجا که چه خبره در ایران. اینا میگفتن ناراحت نباشید، نترسید، جمهوری اسلامی قوی تر از این حرف هاست. اونا نگران میشدن. اما مراقب باشید یک جمهوری اسلامی تقلبی نخوان برای ما درست کنن. کاری که در 10 سال گذشته هم بعضا حرکاتی انجام گرفت، مهار شد، خدای متعال مهار کرد. چهره تسلیم نباید نشان داد به دشمن به خاطر ترس از این گونه مخالفتی ها. هفته آینده جمعه روز قدس است. این یکی از برجسته ترین یادگارهای امام عزیز ماست که نشانه دلبستگی انقلاب و دلبستگی ملت ما به ماجرای قدس شریف و ماجرای فلسطینه. روز قدس روز متعلق به مسئله قدس است و ضمناً مظهر وحدت ملت ایرانه. مراقب باشید در روز قدس کسانی نخوان از این اجتماعات استفاده کنند برای ایجاد تفرقه.
از تفرقه باید ترسید، با تفرقه باید مقابله کرد و معارضه کرد، تفرقه نباید به وجود بیاد. اون وقتی ملت ایران میتوانه این پرچم را، پرچم قدس را بلند کند با افتخار که یک پارچه باشه. این را هم در طول این سالها این را هم سعی کردن به هم بزنن، به حمدالله نتوانستن.